دختر رویایی، نویسنده هدیه محمدی، قسمت 19. گارسون نگاه سر تا پا به طرفم انداخت و گفت: بفرمایید خانم. من هم با سر خم به طرف میز مربوطه حرکت کردم. در این جریان متوجه نگاهان همه بودم که به طرفم حیران حیران می دیدند و بعضی ها هم می خندیدند. بالای چوکی نشستم. آن دختر گفت: پیش از همه باید معرفی شوی. سلام، من اله هستم. شما؟ سلام، من بهشت هستم. اله دست خود را به طرف من دراز کرد تا قول بدهد. من هم در حالی که حیران مانده بودم چطور این دختر که بسیار پولدار و مدرن معلوم می شد دست بر من پیش کرده. خب من هم برایش دست دادم. در همین جریان از میز پهلو یکی از خانم ها گفت: وای، این دختر دهاتی را چطور به اینجا اجازه دادن؟ باز این دختر دیگر را ببین چطور همراهش دست می دهد. الهه با پیشانی ترش به طرف آنها نگاه کرد و گفت: می فهمیدیم که از آن زنها و خانمهای رسیده مثل شما که اصلا تربیه و نزاکت را مراعات نمی کنند چیز ساخته نیست. پس ترجیح دادم با یک دختر دهاتی روی میز بنشینم که پاک دل، مهربان و سخت مبارزه کند با مشکلات، چون من شما را لایق ششتن در میز خود نمی بینم و نه هم لایق دست دادن شما را با خود. از حرفهای الهه متعجب شدم. واقعا بسیار انسان خوب معلوم می شد. الهه: گارسون، بله خانم، چه خدمت کنم؟ الهه: برای ما قابلی، پیپسی و منتو بیاور. گارسون: حتماً، همین لحظه. با شنیدن نام غذا یک خوشی عجیب در وجودم پیدا شد. الهه رو به طرف من کرد و گفت: خب مشنو مشکلت را. چی باعث شده که دست به خودکشی بزنی؟ بهشته: باور کنید خانم، من نمیخواستم خودکشی کنم، اما هر کسی به جای من می بود همین کار را میکرد، چون من هیچ راه و چاره ای نداشتم جز خودکشی. الهه: بگو مشکلت را، یک راه حل برایش پیدا میکنم. با شنیدن این حرف او بسیار خوش شدم و شروع به تعریف موضوع کردم. در حال قصه کردن من گریه میکردم. و الهه هم با من یک جا عشق میریخت. بعد از ختم موضوع الهه گفت: تشویش نکن، از این به بعد جای بود و باش داری. شاید یک مرد اینقدر بد شود، ولی ما خانم ها هستیم که با یک دیگر خود کمک کنیم. از این به بعد خانه من می باشی، البته اگر لطف کنید و قبول کنید. واقعا ضرورت به یک دوست دارم. مادر و پدرم هم به دیدنت حتما خوشحال می شود. بهشته: واقعا تعجب کرده بودم، یعنی انسانیت هنوز هم در وجود بعضی ها زنده است. گرچه کمی می ترسیدم،
از اینکه بالایش اعتماد کنم، اما چاره نداشت. قبول کردم که همراهش بروم. بعد از این که غذا تمام شد، از رستوران خارج شده و در سرک قدم می زدیم. هوا کاملا تاریک شده بود و ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود. به اطراف خود نگاه می کردم. ناگهان صدای سگ به گوشم رسید. از ترس تکان خوردم و از بازوی الهه محکم گرفتم. الهه دستم را محکم گرفت و گفت: نترس، آسیبی برایت نمی زند. کمی پیشتر موترم در پارکینگ است، کم مونده می رسیم. با شنیدن حرفای الهه متعجب شدم. یعنی این دختر خودش از خود موتر دارد. وای، چقدر انسان خوشبخت است. قسم راه می رفت که انسانهای اطرافش فکر می کردن به زمین می گوید منتدار باش که بالایت راه می روم. اما بزرگی قلبش را همان شب درک کرده بودم، از اینکه چقدر مهربان است. صرف اشخاص می فهمید که همراهش حرف می زد. این که چرا قسم رفتار می کند که در فکر فلک نیست و هیچ کس برایش ارزش ندارد را نمی فهمیدم، اما آن شب مثل یک فرشته به کمکم رسید. قسمی که اطفال به فرشته بیبال عقیده دارد، من هم همان شب الهه را فرشته بیبال خود فکر می کردم. به همین افکار به دنبالش روان بودم و اصلا دیگر نمی ترسیدم، چون فکر کردم با او امن هستم. بعد از چند دقیقه به پارکینگ رسیدیم. به موتر بالا شدم. من هم به دنبالش به موتر بالا شدیم. موتری که حتی مدلش را نمی فهمیدم، اما واقعا زیبا بود. حتی زیباتر از موتر ارسلان. اما زیباییش برایم مهم نبود، چون نمی فهمیدم سرانجامم چه خواهد بود. الهه قسم موتر را رانندگی می کرد که ما واقعا حیران مانده بودم. حتی یک موضوع جالب، اولین انسان بود با وجودی که خود را کنارش امن احساس می کردم، اما ازش می ترسیدم. حتی یک بار به فکر قصه های کودکیم که مادر کلانم می کرد افتادم. قصه های جن و شیشک، زن جادوگر و غیره که خود را مهربان و خوب جلوه می دادن ولی اصلا خوب نمی بودند. با خود گفتم بهشته دیوانه شدی بیبی جان. بیبی جانم، صرف به خاطر سرگرم کردن ما اینطور افسانه ها را بیان می کردم. بالاخره موتر استاد شد. رو به طرف الهه کردم. رسیدیم الهه؟ بله رسیدیم. چند آرند کرد، گاراژ خانه باز شد، موتر داخل حویلی شد. از پشت شیشه نگاه می کردم که دروازه را کی باز کرده. متوجه یک مرد کهنسال شدم که شانه هایش به جلو خم شده بود. ریش سفید بلند داشت. یک خنقاق با پتلون بر تن داشت. واقعا تعجب کرده بودم. چطور مرد شیک و مدرن است؟